از قربانی های ارتش برای نظام تا نیامدن رئیس جمهور بر سر تابوت سربازان. چرا رئیس جمهور کرزی در مراسم تحویل دادن پیکر 21 سرباز ارتش حضور نیافت؟ رقص شمشیر ولیعهد بریتانیا با شاهزادگان سعودی 7 میلیارد دلار آب خورد. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی دیروز در مراسم سپردن پیکر سربازان ارتش به خانواده هایشان حضور نیافت، در حالی که آقای کرزی پس از کشته شدن 21 سرباز ارتش در کنر سفرش به سریلانکا را به تاخیر انداخت. اما حضور نیافتن رئیس جمهور در این مراسم سوال های زیادی را در مورد بی باوری و بی توجهی رئیس جمهور کرزی به نیروهای امنیتی برانگیخته است. روز یکشنبه 21 سرباز ارتش در منطقه غازی آباد ولایت کنر قربانی حمله طالبان شدند و نهادهای امنیتی و دولتی روایات متفاوتی در مورد این حادثه ابراز نمودند. از یک سو حکومت افغانستان پاکستان را در پشت این حادثه می‌خواند و از سوی دیگر اختلاف آشکار در گفته‌های وزارت دفاع و امنیت ملی بر سر این حادثه بروز نموده است. وزارت دفاع ملی 9 افسر بلندپایه ارتش را در پیوند به این حادثه به دلیل بی‌پروایی و سهل‌انگاری برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. اما وقتی رئیس جمهور بر سر تابوت سربازانی که برای نظام قربانی می شوند حضور نمییابد، برکناری چند افسر آیا نمایش بیش نیست؟ فهیم دشتی روزنامه‌نگار و هیله ارشاد عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. خانم ارشاد، فکر نمی کنید که این یک بی‌توجهی و بی‌باوری آشکار آقای کرزی است که بر سر تابوت سربازان ارتش حضور پیدا نمی کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام میکنم به بیننده بسیار محترم تلویزیون تلو. اول خود کشته شدن 21 تن از جوان با احساس و سرسپرده خود و فامیلای محترمشان تسلیت میگم که البته نه تنها ای 21 فامیل در ماتم و عزا هستند، امروز تمام افغانستان و عزا نشان دشمنان کشور ما. در قدم دوم باید گفت کاش یک کس از طرف ریاست جمهوری هم می بود که واقعیت قضیه را می گفت. بسیار هم امکان داره که آقای رئیس جمهور بسیار متاثر بود از این قضیه و نتونسته که اشکای خود پنهان کنه، شاید اشتراک نکرده باشه، که امیدوار استم که می جوری باشه. بی‌باوری در تنها در قوای مسلح و یا در قسمت حیات جوانای ما نمیتونیم که مشخص بگیم که دمی قسمت است. متاسفانه یک حالت در حدود ما، مخصوصا در پوسته های سرحدی ما وجود داره که توجه خاص برش صورت نمیگیره. وقتی که 21 تن جان خود از دست میته و 4 بجه صبح حمله میشه و در حالی که ریاست امنیت یک هفته قبل برشان اول داده بودن، والی خبر داشت، قماندان امنیت خبر داشت. خب برمیگردیم روی چگونگی این حادثه. آقای دشتی، واقعا از چه قرار است وضعیت در افغانستان؟ آقای کرزی بر سر پیکر تابوت سربازان ارتش حضور پیدا نمی کند در یک مراسم خاص، اما خانم ارشاد میگه که شاید رئیس جمهور نتونسته اشکایش را الا خواسته پنهان بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام عرض می کنم و تسلیت عرض می کنم خدمت خانواده های شهیدای ما. کاش چنین بوده باشه. حالا ما در مواقع دیگه دیدیم که اشکای رئیس جمهور سر و زیر شده و ما فکر می کنم هیچ شرمی هم نداره اگر یک رئیس جمهور بر سر جنازه سربازان ارتش خود یا ارتش کشور خود بیای و اشک بریز. کاش چنین بوده باشه. واقعا یک سوال بسیار، یک پرسش بسیار کلان. واقعا من فکر میکنم که همه انتظار داشتن که رئیس جمهور اینجا حضور داشته باشه و مخصوصا وقتی گفته شد که سفر رئیس جمهور به این دلیل لغو شده، حالا انتظارات یک مقدار بیشتر هم شد. ولی میشنویم که جلسات مکرر مداوم در زمینه مسائل انتخاباتی دوام داره و گفته میشه که بسیار از جلسات در ارگ دوام داره که حداقل این تصور را بار میره، این زن را بار میره که خب چیزای دیگه پشت پرده بوده و رئیس جمهور شاید وقت نکرده که حضور پیدا بکنه. به هر صورتش دلیل هر چی بوده باشه، من فکر میکنم که بسیار سرخوردگی ایجاد کرده در بین عام مردم افغانستان و انتظار از یک رئیس جمهور بسیار بیشتر از این
بوده و میتونست باشه و باید هم باشه. ولی چرا در نظام افغانستان این گونه است؟ سربازانی که جانشان را قربان میکنند برای این نظام، اما رأس نظام حاضر نمیشد تا بر سر تابوت این سربازان حضور پیدا بکنه و این تابوت ها را برای خانواده هایی که پول انتقال این اجساد را هم ندارند تحویل بده. علی، یک مشکل کلا نه است بدبختانه. میبینیم وقتی اگر یکی از طالبا کشته میشه، رئیس جمهور نامش شهید صلح میمانه. حالا شاید چیزایی در جریان است که ما نمیدانیم و رئیس جمهور خبر داره. بر از او همه امکانات برابر میشه، فرستاده میشه و منطقی آباییش به اونجا به خاک سپرده میشه. حالا شما ببینین، ببخشین، امروز ما صفحات اجتماعی رو میدیدم، رسانه ها رو یک مقدار شدیدم، یک غوغای بسیار کلان برپاست و نشان از یک خطر بسیار کلان داره. رئیس جمهور حاضر نمیشه به هر دلیلی که هست. مردم فکر میکنن، مردم میگن که اینایی که کشته شده بودن تاجیک و ازبک و هزاره بودن، رئیس جمهور پشتون است، حاضر نمیشه. این بسیار خطرناک است. ما میخواییم خدمت تمام هموطنهای ما که اگر این صحبت را میشنون، از رئیس جمهور گرفته تا به همه، عرض بکنم که خود به خود تیشه بر ریشه تا نزنی. آل رئیس جمهور نامد به گفتی عام مردم ما در گورش که نامد. حالا شما میخواین به خاطر یک نیامدن رئیس جمهور این مملکت را گدوت کنیم؟ ما میبینیم که یک تعداد از این نامزدهای ریاست جمهوری هم میخواین کارت قومی بازی کنن. تقاضا میکنم امی به اصطلاح امی مردم قسم میتونم امی مردم ها که بلیاز خدا دمی دام نیفتین، به نام پشتون و تاجک از آره دگه کلیه که دیگه تا نزنین. اینمی فرزند که مرده فرزند از اینمی سرزمین است، از هر جایش که هست. اینمی رئیس جمهور که نامده فرزند از اینمی سرزمین است، غلط کده که نامده. اون سرباز که شهید شده خوب کده، رفته از این مملکت دفاع کده. اینیشه تقدیر بکنین، اونیشه تنبیه بکنین، اونیشه انتقاد بکنین، لیکن اینمی نام مسئله قومیت را و تحریک احساسات قومی را دبن نبرین. او مردم این مملکت باز تبا میشه، دست خارج دست داخل در پشت ازی است که باز یک بار دیگه این مملکت ما را بجنگانه، ما را در گردن یکی دیگه ما پرته، ما را به فرق یکی دیگه ما بکوبانه، مثل که در 30 سال گذشته ما جنگیدیم باز بجنگیم. جوانای ما احساساتی هستن، بیشتر از جوانا میبینم همین گپ های احساساتی را. جوانای ما احساساتی هستن، مرحله جوانی احساسات خود داره، احساسات جان قابل درک است، قابل تشویق و تقدیر هم است. ولی اینا جنگ را ندیدن، اینا نمیفهمن که جنگ چی بدبختی بار میاره، اینا نمیفهمن که وقتی جنگ در گرفت بعد دیگه اونجا تاجک و ازبک و هزاره و پشتون نداره، بعد همه میسوزن، بعد طفل، کودک، زن، سرسفید، دیسفید، موی سفید، کلان، خرد، تحصیل کرده، بی سواد، ملا، آوازخوان، هنرمند، ای کلگیری جنگ در بدر میکنه. به لحاظ خدای کار نکنین. او مردم رئیس جمهور نامده، شاید درست نیست که بگویم امی رقم بد کرده که نیامده، ولی امی چهار سرباز که چند سرباز ما که شهید شدن، اینا افتخارانه در یک سنگر دفاع از این مملکت شهید شدن، قابل افتخار است. ولی به لحاظ خدا به این خاطر این مملکت در بدر نکنین. خانم ارشاد، حالا یکی از مسائل را که آقای دشتی مطرح کردن این که جسد ملا رقیب تخاری از کابل به تخار با هواپیماهای ارتش، با چرخبالهای ارتش انتقال پیدا کرد، اما یکی از بستگان کسانی که در کنر کشته شدند امروز گفتند که پول ندارند فرزندشان را از کابل تا تخار انتقال بدهند پیکرش را. این واقعا چرا میرسانم؟ قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، به یک موضوعی که آقای دشتی اشاره کردن که در بعضی از رسانه‌های اجتماعی نشر شده که رئیس جمهور گویا در این مراسم اشتراک نکرده به خاطر که تمام شهیدا از یک قوم دیگه بودن، پشتون نبودن، یک مسئله را که میگم که با وجودی که ما هیچ وقت طرفدار سیاست‌های آقای کرزی نبودیم، یگانه صفتی که آقای کرزی داره ملیت پرستی و قوم پرستی در وجود شده شانش نیست، که یک حقیقت است که از همین طریق میخوایم به جوانا و از وطنم بگیم که این مسئله را لطفا بهانه نسازن، به روی همدیگر بپرن و بجنگن و خشونت ایجاد کنن.
در قدم دوم در قسمت از این سوالتان ما هم جای تاسف میدانم و میبینم که وقتی که یک طالب شهید میشه یا کشته میشه رئیس جمهور سهم فعال میگیره و وقتی که هم وطن خود ما اولاد از این وطن شهید میشه بازم مهم نیست واقعا مهم نیست که از کدام قسمت از این وطن است وقتی که او فامیل زور آدم به حال گریه میبینه انسان نمیتونه که ما همی لحظه به دگالت احساسات هستم که نمیتونم که احساسات خودت را ابراز کنم ما مطمئن هستم که یک چیز خوب بوده که یک دلیل خوب بوده که بازم تکرار میگم که کاش از ریاست جمهوری کسی می بود که این موضوع رو واقعا روشن می ساخت ما طرفدار از این هستم که جسد یک طالب انتقال شوه و جسد هموطنم عزیزم اولاد از این وطن انتقال نشه و جوانی که امروز جوانی خود کاکلای سیاه خود به خاک خون کشان به خاطر دفاع از این وطن و مردش امروز در کابل افتاده باشه و فامیلش پول زیر نداشته باشه که تا ولایت خود جسدش انتقال بده ما از درد از این مردم از دلشان میایم و امیدوار هستم که ماها بتانیم کمک برای زی فامیل بکنیم سپاسگزار پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم باز هم خوش آمدید آقای دشتی حکومت افغانستان بلافاصله برخی مقامات گفتند که کار پاکستان است و انتقام گیری پاکستان حالا در تازه ترین مورد وزارت دفاع ملی نو افسر بلندپایه ارتش را در پیوند به این حادثه برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده فکر میکنین این چیزها کارساز باشه برای اینکه در آینده اتفاق نیفته این موارد اول اینمی بهانه درست نیست ما که خارم در پای ما رفت میگیم میره پاکستان کرده کار ریاست امنیت ملی میگه که ما براتون اطلاع دادم به اردو هم اطلاع دادم، به ولایت هم اطلاع دادم. ولایت هم میگه که بله ما اطلاع داشتیم. گیریم که امیر پاکستان کرده بود، آدم آمادگی برش میگیره یا نمیگیره؟ اول امی. یعنی بار مسئولیت را از دورش خود دور کردن به یک بهانه واهی و هوایی یعنی میگه که غلط هست، هر کسی که میگه. دوم، چند نفر شما برکنار میکنیم. مقصر بودن، خوب است که برکنار شوند. ولی تو وزیر دفاع افغانستان و تو لوی درستی دی افغانستان اگر کدام ذره غیرت داری استاد چو بگو که من نمیتونم این کار کرده برادر از دست ما ساخته نیست بیا یک آدمی که این کار از دستش ساخته است در دیگه دنیا این رقم شوه او آدمی که رئیس وزیر دفاع نه تنهایی که میره استعفا میده خود دارم شاید بزن ما میم کلان استاد میشیم پاکستان کرد تا چه وقت ما این بانی پاکستان را داریم تا چه وقت با این بانی پاکستان میخوایم از زیر بار از این مسئولیت فرار بکنیم؟ نی برادر مسئولیت ماست. ما قماندان داریم، قماندان نمیدانم قل اردو داریم، باز از فرقه داریم، باز از لوا داریم، باز از کندک داریم، باز رئیس ارکان داریم، باز کش داریم، بازی داریم، بازو داریم، پول میگیریم، تجهیزات میگیریم. اکثریت پولی که به این مملکت داده میشه صرف این ارتش و صرف از این نیروهای نظامی میشه. باز میگیم که کار پاکستان کرد. خب گیریم حال پیشتر گفتم گیریم امیر پاکستان که شما خبر داشتین جلب شد باید بگیرین یا نگیرین جلب از امیر کی باید بگیره ما وزیر دفاع مسئولیت ندارم ما لیدرسی مسئولیت ندارم ما ریاست امنیت مسئولیت ندارم ما قماندان فرقه و لوا مسئولیت ندارم پاکستان کرده این کار امی هم شد گفت امیر کس قبول میکنه عقل منطق امیر قبول میکنه نمیکنه برادر بگو مقصر هستم نتونستم غلط کردم بیا معذرت بخوای از پیش مردم افغانستان بجای ازی که با گفته مردم برف بام خدا بگیرید بام همسایه پارتی که بعدا پاکستان کرد ولی این مقامات که قصد کنار رفتن را ندارند اما چگونه میشه که وضعیت را کنار رفتن صداقت لازم داره کنار رفتن امی اعتراف کردن به اشتباه صداقت لازم داره جرأت لازم داره یعنی غیرت لازم داره اگر داشته باشه خمیر قم آدم نمیکنه اگر داشته باشه که ریاست امنیت ملی میگه ما خبرتون کردیم و ما خبر هم داشتیم جلو از میگه پنه گرفتیم معنیش همیشه که صداقت نیست خانم ارشاد واقعا صداقتی در حکومت افغانستان وجود نداره با این تناقض گویی هایی که حالا ریاست امنیت ملی وزارت دفاع و برخی مقامات دیگه حکومتی به جان هم افتادن با این اطلاعاتشان بحث زیاد طولانی نمی سازیم دمی قضیه مشخص واقعا که صداقت و مسئولیت پذیری وجود نداشته درد ما در کجاست درد ما در اینجاست وقتی که اول داده میشه و
و سربازای ما در اوج خبر هم دارن و مقام و ولایت خبر داره و ایران میفهمن که دبای نمی سربازای کس هست که ارتباط دارم رای طالبا و بالاخره سربازا را تا بیوش میسازن، گناه را به سر خواب به شهادت میرسانن و 4 بجه صبح یادسه میشه و یک وقت ما تیاره هلیکوپتر را میبینیم که آفتاب در آسمان است و او تیاره چکر میزنه. او دیگه وقت نبود که باید حمله کنه یا دفاع کنه یا کار کنه، او تیاره فکر میکنم بر چکر زدن اوجه رفته بود، بسیار ناوقت رفته بود و اصلا کسی برشان کمک نکرد. اگر چنین اطلاعاتی وجود داشته پس چرا اینها کار نکردن ظرف یک هفته؟ حالا بیشتر از یک هفته گفته میشه پیشتر اطلاعات داده شده بر این پاسگاه که چنین ارتباطاتی بوده؟ فکر میکنم که غفلت صورت گرفته و احساس مسئولیت کسی نکرده. بیشتر از غفلت میتونه باشه این مسئله؟ بله بدون شک، من همراه شما موافق هستم، وقتی که اطلاع داشته باشن و زود دفاع نکنن این یک غفلت است و ما نمیتونیم به هیچ صورت این رقم غفلت ببخشیم و به کنارگیری و یا برطرف کردن بعض از کارمندای وزارت محترم دفاع این مسئله حل نمیشه و به این قسمت باید یک برخورد جدی صورت بگیره، برسی که حادثه اول هم نیست و بعد از این ما باید انتظار بدتر از این داشته باشیم. برخورد جدی وقتی میگین منظورتان کی است؟ چه کسی این برخورد را انجام بده؟ بالاخره همگی باید آگاه باشه، چون موضوع سرحدی است، قماندان عمومی سرحدی باید آگاه باشه از این موضوع، وزیر صاحب دفاع و رئیس صاحب جمهور که به قماندان اعلای قوای مسلح ماست او باید خبر باشه. امروز ما اگه به تاریخ معاصر مراجعه کنیم، شهید داود خان و دکتر سب نجیب اینا هر دویشان روزمره امرای تمام پوسته های سرحدی خود به تماس بودن، اینا تمام روز احوال داشتن از اونا چقدر مهمات داره، چقدر سلاح داره و حتی به این آگاه بودن که مثلا چقدر مهمات در کدام پوسته ما ضرورت داره. اما از ما نی رئیس جمهور ما خبر داره، نی وزیر صاحب دفاع ما فکر میکنم خبر داشته باشه و نیم لوی دریسیز و اگر خبر میداشتن امروز که خبر هم داشتن و هیچ کارم نکردن، خون از 21 جوان ما به دست به گردن امی زعمای کشور ماست. آقای دشتی کوتاه بفرمایید، عملات موشکی و توپخانه پاکستان حالا چند سال میشه ادامه داره بر همین جا در همین کنر، فکر میکنین این حادثه هم به باد فراموشی سپرده خواهد شد و حوادث دیگری باید منتظر بود؟ حملات راکتی که از طرف پاکستان صورت میگیره و ما توان پاسخ گفتنش نداریم در یک حد معین، خب بسیار واضح است. حالا این اگر وزیر دفاع هم گفته، اگر رئیس امنیت ملی هم گفته، واضح است که این رقم مشکل ما داریم بدبختان. ولی این حادثه فرق میکنه با یک حمله موشکی. پاکستانی ها در مورد عملات موشکی یا راکتیشان توجیهشان این است که گروه های طالب پاکستانی در این مناطق جای گرفتن، ما اینا را هدف قرار میدیم، توجیه میکنن. ولی که چون این توجیه ندارد حالی سربازان ارتش افغانستان که طالبان پاکستانی نیستن که اینا را کسی هدف قرار داده باشه و ایره نباید کسی فراموش بکنه. امروز یک جای یک پیام خواندم در این شبکه های اجتماعی بسیار زیبا بود، گفت ما فرزندانمان را امروز به خاک نسپردیم، به خاطر سپردیم. ما امیدوار هستیم که بزرگای دولت ما حداقل همین تعهد را در برابر از این مردم داشته باشند و این خاطره را به خاطر بسپارن و کوشش کنند که در آینده چنین اشتباهی از اینا سر نزن. ولی شما فکر میکنین، پیشتر گفتین که چنین صداقتی در رده های بلند حکومت وجود نداره، که این حرفی را که میزنین عملی شود؟ ما نمیتونم بگویم امیدوار هستم، ولی آرزو دارم بدون شک با عنوان یک شهروند از این مملکت آرزو دارم که بالاخره چنین چیزی در این مملکت اتفاق بیفته. ولی اونچه که شما میگین و برمیگرده با امیدواری، بدبختانه نه. ولی چگونه میشه اینکه حالا مقامات حکومت افغانستان گفتن در پشت حادثه پاکستان است، در اینجا وضعیت پیچیده تر از اون چیزی میشه که حالا گفت طالبان آمدن و عملی انجام دادن؟ حکومت افغانستان با همین که خب پاکستان پشت سر این حادثه بوده میتونه از کنارش به سادگی بگذره؟ میرم نمیگم که پاکستان بله، همیشه آمد هم وجود نداره که یک آدم استاد شد بگه این کار پاکستان کرد. این یک طرف مسئله باز تکرار میکنه که حالا پشت حادثه هر چیزی که بوده، عامل از حادثه کی بوده یک طرف مسئله است، ولی این حادثه چطور اتفاق افتاده؟ ریاست امنیت دروغ میگه، خب به وزارت دفاع ثابت بسازه که ریاست امنیت دروغ میگه، با ما اطلاع نداده. ظاهرا قامت وزارت دفاع چنین میگن که این اطلاعات درست نیست و هیچ اطلاعی داده نشده. وقتی که چنین است بالاخره یک جای از کار مشکل داره دیگه. اگر ریاست امنیت دروغ میگه به وزارت دفاع ثابت کنه بگه تو ریاست امنیت بیکار هستی،
بر علاوه از این کار دکده نمیتونی می دروغ هم میگی مردم در مورد در برابر ما تحریک میکنی. اگه این دروغ نمیگه اطلاع درست داده خیلی وزارت دفاع مسئول است، خیلی ولایت مسئول است، خیلی نمیفهم کشف و استخبارات و فلان و فلان مسئول هستن. بالاخره باید که اینمی صاف شود و حالا نمیفهم رئیس جمهور شاید صدای ما رو نشنوه، قصداشون اینه که صدای ما شاید گوشم نره. اگه اینمی رئیس جمهور، رئیس جمهور رئیس این مملکت هست، اینمی کار بسیار کار سخت نیست. 4-5 تا 6 تا مسئول هستن، کل از اینا رو دور یک میز بیا بشونه، اسنادشان سر میز پرته بررسی بکنه، بگه نبیل خان تو مجرم هستی، تو اطلاع داده نتوانستی، یک چند قفاق هم در دانش بزنه، بگه برای بندی کنی. اگر نیکی داده بود بگه بسم الله خان تو مجرم هستی، یک چند قفاقی رو بزنه، بگه برین رو بندی کنید. اگر داده بود اون دیگهش لای درستی چه نام داره کریمی استاد کنه، بگه جنرال صاحب کریمی تو مجرم هستی، یک چند قفاق بزنه برای بندیش کنه. خیلی کار سخت نیست اگر آدم بخواد دنبالش بگیره. اگر نیکی تو چشت باشیم که خب برادر این پاکستان هست دیگه چطور کنیم این رو ماجی بفهم. سپاسگزارم فهیم دشتی روزنامه‌نگار و هیله ارشاد عضو مجلس نمایندگان، ممنون از حضور هر دوی شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. یک روز پس از آن که پرنس چارلز ولی عهد بریتانیا با پوشیدن لباس‌های سنتی عربی در رقص شمشیر شاهزادگان سعودی شرکت کرد، بزرگترین شرکت تسلیحاتی بریتانیا از نهایی شدن قرارداد فروش 72 جنگنده تایفون به خاندان آل سعود خبر داد. آیان کینگ رئیس شرکت BAA بریتانیا با اعلام این خبر گفت قرار نیست مردم هرگز بدانند که عربستان چه مقدار پول برای این معامله پرداخت کرده است. بر اساس گزارش‌های قبلی بنا بود عربستان با پرداخت 4.4 میلیارد پوند جنگنده‌های انگلیسی را تحویل بگیرد، اما شرکت BAA مبلغ بالاتری را درخواست کرده بود و معامله به همین علت به تأخیر افتاده بود. با گزارش العالم بلافاصله پس از اعلام عمومی این معامله که جزئیاتش برای افکار عمومی فاش نشده، اندرو اسمیت سخنگوی جنبش مبارزه با تجارت اسلحه گفت واضح است که پرنس چارلز از طرف دولت بریتانیا و شرکت BAA به عنوان یک تاجر اسلحه استفاده شده است. این دهمین سفر رسمی چارلز وارث تاج پادشاهی انگلیس به عربستان بود. البته اطرافیان چارلز صحت این گمان را انکار کردند و سخنگوی او اعلام کرد که معامله سلاح در هیچ یک از مذاکرات سران آل سعود با شاهزاده انگلیسی مطرح نشده است. با وجود ادعایی که دولت بریتانیا در رابطه با حمایت از حقوق بشر و مقابله با ناقضان آن دارد، انجام چنین معامله تسلیحاتی بزرگ با کشوری که متهم به حمایت از تروریسم است جای سؤال دارد.